با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم. این برنامه یه سری راجب هواپیما، مقایسه های هواپیما و اینجور مسائل برای اون دوستانی که مرتب داستان خاطرات هواپیمایی میخوان هست. توی عالم هواپیمایی چند تا مسئله. اولا من یادمه که موقعی که بر شیراز پرواز میکردیم، معلم های خلبان که بیشتر سرگرد و سروان بودن، مثلا در حدود 5000 ساعت با فانتوم پرواز داشتن که خیلی ساعته اون موقع به نظرم نمیمد، و حالا 2000 ساعت هم هواپیمای دیگه آموزشی دیگه که داشتن، مثلا 7000 ساعت سرگرد ما 7000 ساعت 8000 ساعت پرواز داشت. و تایید اینو از یه جای دیگه میتونم بگیرم، و اونی که در سال 1977 یه برنامه تلویزیونی بوده در امریکا راجع به نیرو هوایی ایران، و یکی از صحبت‌های که راجعش شده که این نیرو هوایی است که هواپیماش بیشتر از این که روی زمین باشه روی هواست، و این واقعا یه واقعیتی بوده. با بنزینش که داشتن، پول لوازم یدکی اینا هم داشتن و مرتب پرواز می‌کردن. اینجا که من اومدم مثلا این ور اون ور دیدم، سرگرد امریکایی رو دیدم ساعت پروازش مثلا 4000 ساعت 5000 ساعته، یعنی معادل سرگرد ما چند هزار ساعت بیشتر پرواز داشت. حدث من اینه که در بعد از انقلاب به خاطر نبودن لوازم یدکی و تحریم دیگه خلبانای ما، خلبانای مثلا سرگرد ما، خلبانی که 5000 ساعت با فانتوم پرواز کرده نباشه، یا با F-14، فکر کنم ساعت پروازا خیلی خیلی کمتر از این شده. ولی دارم بخواد دوستانی که در این مورد اطلاعات دارن، احتمالا این نیرو هوایی هستن، بگن داستان چیه، چند ساعته و از این قبیل. یکی از چیزای جالبه دیگه با هواپیما اینه که مدلای هواپیمایی که شما باش پرواز میکنید، اون هواپیمایی که اول باش یاد میگیرید پایپر یا سسنا، بعد میرید کم کم یه ذره بالاتر، بعد کم کم میرید اونی که برای نیرو هوایی باشه میره رو جت یاد میگیره، بعد آخر سر میرسه مثلا حالا تو ایران F5 و F4 فانتوم و F14 تامکت، یا اینکه 330 برای ترابری و از این قبیل. من ساعت پرواز خیلی زیادی ندارم، ولی یه چیز خیلی جالب دارم، و اون اینه که به خاطر اینکه همیشه میخواستم یاد بگیرم، با بیش از 25 معلم خلبان پرواز کردم، با بیش از 25 مدل هواپیما پرواز کردم، و این تازه اون قسمتی که خودم پرواز کردم، با مطمئنم بیشتر از 25 مدل هواپیما به عنوان مسافر پرواز کردم. حالا مثلا 737، ایرباس 320، 330، 300، 310، نمیدونم بوینگ 707، 727، DC-6، نمیدونم و هم با اقسام یه 25 تا اونجوری حداقل پرواز کردم. تقریبا فکر کنم با تمام هواپیماهای غربی که بعد از 1960 ساخته شده باشه من پرواز کردم. یکی از چیزهایی که باعث افتخار من به عنوان یه خلبان هست، سه تا هواپیمایی است که به عنوان مسافر توش بودم که هر کسی این امکانو نداشته. حتی خلبان خیلی باسابقه هم شما باشین، ممکنه امکانو پیدا نکنید که باشون پرواز بکنید یا کرده باشید. اونی که یه ذره نزدیکتر به اون چیزی که بقیه هم میتونن پرواز کرده باشن، ایرباس 380 که خب مثلا 10 تا حداقل پرواز داشتم باش. متاسفانه دیگه الان تمام شرکت های هواپیمایی جهان داره جمع میشه، هنوز چند تا شرکت یه تعدادی پرواز میدن. اگر پرواز نکردید به عنوان مسافر، بجنبید، چون اینم یه روزی میره تو موزه و دیگه فرصت نمیکنید باش پرواز بکنید. هواپیمای دیگه‌ای که باش پرواز کردم که خیلی تکه و کمتر کسی رو دیدم از میون آشنا و دوست و اینا، با هر کی گفت صحبت کردم هنوز کسی نیومده بگه آ منم پرواز کردم، هواپیمای کنکورده. کنکوردم در سال 2001 گفتم باش پرواز کردم، از سان فرانسیسکو، از نیویورک رفتم لندن و برگشتم به نیویورک ظرف 48 ساعت. فقط هم هدفم پرواز با این هواپیما بود، هیچ جایی نمیخواستم برم، هیچ کاری نداشتم، فقط رفتم که این هواپیما رو سوار شم قبل از که جمعش کنن. و چقدر خوب کاری کردم که این کارو کردم، چون فکر کنم یک سال بعد اینطورا دیگه به کل بساط کنکورد جمع شد. البته حالا قرار هواپیمای مسافر بری مافوق صوت دیگری بیاد، هنوز که نیامده، حالا تا بیاد چند سال دیگه است. بلیتش چند باشه؟ دارن اونی که میسازن 50 نفره است، بنابراین بلیتاش خیلی گرونتر خواهد بود در مقابل کنکورد که 120 یا 140 نفره بود. بسه به ایر فرانس یا بریتیش ایرویز چیدمان صندلی‌ها رو یه جورایی مثل چیز کرده بودن، شاید هم 120 بود،
فکر کنم 144 مال روسا بود، تیو 144 یا همون کنکوردسکی که ساخته بودن شبیه کنکورد، ظرفیتش 140 بود اگه اشتباه نکنم. نمیدونم حالا اون شماره 144 منظور تعداد صندلیاش بود یا یه شماره اللابختکی بود، اونش رو نمیدونم. به هر حال یکی از این تجربه های خیلی نادره. من بعضی وقت با دوستان خلبان مسافر بریم که صحبت میکنم، برای اذیت کردنم که شده، بعد از که همه اطلاعات آقا چند ساعت پرواز کردی، چه آبایی پرواز کردی، میگم تا حالا مسافر کنکورد بودی؟ جواب نه. یکی از چیزهای خیلی چیزی که من بهش افتخار میکنم، سوار شدم، تجربه مافوق صوت، دو برابر مافوق صوت و بیشتر رو در اون هواپیما به دست آوردم. یعنی خیلی هواپیمای خلبانه جنگنده هستن که دو برابر صوت نرفتن. حالا ممکنه هواپیماشون رسما بتونه دو برابر صوت بره، ولی یه شرایطی داره دو برابر صوت رفتن، فشاری که رو هواپیما و تشکیلات میذاره، ممکنه که مثلا رؤسا اجازه ندن کسی با اون سرعتا پرواز بکنه. برای همین میگم ما حداقل بالای دو برابر صوت هم پرواز کردیم و این هم یکی از خاطرات فراموش نشدنی. من کلن از این چیزهای تجربه های بی همتا خیلی خوشم میاد. دیدن نیل آرمسترانگ فضانورد، نمیدونم داشتن امضای نیل آرمسترانگ فضانورد، سوار شدن به کنکورد، دیدن استیو مک‌کوئین در هالیوود، نمیدونم اینا چیزاییست که هر روز این اتفاقات نمیفته و آدم بتونه همه این تجربیات رو بتونه سر هم جمع بکنه، یه چیز جالبی میشه. من اصلا دوست داشتم سر قبر، اگه سر قبر داشتم، به جایی که مثلا بنویسن آقا کی متولد شد و یه شعری هم از حافظ و سعدی و فلان، بنویسن آقا مثلا با این همه مدل هواپیما پرواز کرد، یا مسافر این همه مدل هواپیما بود، یا با کنکورد پرواز کرد، با A380 پرواز کرد، حالا بوئینگ 787 هم که دیگه پرواز کردم و اونم جدیده، نه حالا جدید که نه ولی نسبتا جدیده، برای اونا که تو ایران هستن ممکنه هنوز موقعیت نداشته باشن پرواز کنن، ولی خب اینجا هست. و اما هواپیمای سومی که باش پرواز کردم که شاید از بقیه هم باز کمتر باشه تجربه کسانی که ممکنه پرواز کرده باشن، هواپیمای بمب افکن B-17. ویدیوشو موقع گذاشتم، من متاسفانه تنبلم، یعنی تنبل که پیدا کردن این ویدیوها برم تو آیکلاود هم و اینا پیدا کنم در سر، ولی تصمیم دارم یکی از این روزها برم خلاصه بشینم و اینو پیدا کنم، بتونم این ویدیوشو بذارم و همراه با این ویدیوی صحبت ها خیلی هم بهتر میشه. این هواپیما برای نمایش اومده بود، اولا اینا از اینا 12,000 تا ساخته شده، فکر میکنم یه 8,000 تاش سقوط کرده چون یه آب بمب افکن بود. حالا شهر حالش بهتون میگم، 10 نفر خدمه داشت، خلبان و کمک خلبان و ناوبر و مهندس پرواز، این 4 تا 6 تا هم اسلحه، یکیشون توی حبابی که جلو هواپیما از خلبان جلوتر بود، خلبان بالا میشست، از زیر خلبان یه تونلی بود، باید میخزیدید برید به اون ور جلوتر، یه حباب شیشه بود، یه مسلسل اونجا، این مال کسی بود که از جلوی هواپیما محافظت میکرد اگه کسی اومد به طرف هواپیما. در دوم هواپیما دوباره یه جای شیشه ای بود، یکی میرفت میشستون تو، میتونست اونایی که از پشت میخوان نزدیک بشن بزنه. رو سقف هواپیما یه دوغونه مثل سانروف باز بود، یه نفر اونجا از سرش بیرون و از اونجا میتونست تیر اندازی کنه. زیر هواپیما یه دایره ای بود که یه تطوب چی تیرانداز می‌رفت اون میشه که این دایره میتونست بچرخه از زیر آب ما آویزون، جایی که مثلا بین چرخ‌های عقب فکر کنید، بین چرخ‌ها، و این میچرخید این ور اون ور رو میتونست تیراندازی کنه. به هر حال اینا اونایی بودن که از این هواپیما باید محافظت می‌کردن در مقابل هواپیمای آلمانی، بیشتر برای بمبارون آلمانی هواپیما به کار رفت، یه بمب افکن سنگین بود 4 موتوره و آلمان ها خب میبادن سراغش. بعد این بمب افکن ها معمولا با یه سری اسکورت شکاری میرفتن، ماستنگ ها و غیره و غیره، که اونا از اینا مواظبت کنن، درست مثل ناو هواپیمابر که خودش نمیتونه خودش مواظبت کنه، یک چیز عظیم بزرگیه، دورورش اجدر افکن و ناو فلان و زیر دریایی و اینا ازش محافظت میکنن، و F-14 هم در واقع مأموریت اصلیش محافظت از ناو هواپیمابر بود که بتونه از 200 کیلومتری هر کی خواست نزدیک بشه بزنه که دیگه اونا به ناو نزدیک نشه. بنابراین این هواپیما ماموریتش این بود، ولی اگر اون بمب افکنای شکاریای دور و بر تیر می‌خوردن و می‌افتادن و این بدون محافظت میمون،
احتماله که سقوط بکنه خیلی زیاد میشد. میگن که تعداد متوسط تعداد پرواز این هواپیما که تیر نخوره و در و داغون نشه یه چیز بوده 11 پرواز بوده. یعنی شما 11 تا پرواز میکردی تقریبا میتونستی بگی که به احتمال زیاد هواپیماتون تیر میخوره. حالا دیگه سقوط بکنید نکنید و به چه ترتیبی باشه دیگه معلوم نبود، ولی یه همچین داستانی بود. و یه چیزی هم مربوط به این میتونم بگم، به دانشمند انگلیسی گفتن تحقیق کنه راجع به هواپیماهای نمیدونم یه مدل از جنگنده ها یا شاید هم بمب افکن ها که آقا اینا کجاشو تقویت کنن که چیز بشه بهتر بشه تیر نخوره و اینا. رفت تحقیق کرد رو جاهای تیر خوردگی هواپیما، هواپیما که سالم برگشته بود. نتیجه گیری که کرد خیلی جالبه، برعکس هر چیزی که من و شما ممکن نتیجه گیری کنیم، نتیجه گیری که کرد اینه که اینجاهاش که سوراخ سوراخ شده رو دست نزنید، این معلومه که اگه تیر بخوره به اینجاها هیچ اشکال نداره. اونجاهایی رو که تیر نخورده هواپیمایی که برگشته اونجایی که تیر نخورده رو تقویت کنین، چون اونا اونایی که تو هواپیمای دیگه تیر رو خوردن و سقوط کردن ما اونا رو ندیدیم. اونی که ما دیدیم اونیست که با اون که تیر خورده برگشته، پس اون جایش که تیر خورده هیچ مسئله نیست اصلا تقویت نشه زره اون ما هرچی میخوایم بذاریم تو نظریم. ببین چقدر حساب کتاب جالبی کرده. به هر حال اگه به موافقن به 17 محافظینش از دست میداد دیگه کارش تموم بود. یعنی آلمانیا قشنگ میمدن و شکارش میکردن. البته خب اینا مسلسل چی میگم از دو تا بغل بودن، یکی بالا بود چه سه تا، یکی زیر بود میشه چهار تا، یکی دوم بود پنج تا، یکی جلو بود شش تا، چهار تا هم خدمه پروازی بودن. و جالب از جلو هواپیما می‌خواستی بری به عقب یه راهروی انقدری یعنی با عرض 30 سانت شما باید اونجا از اون لا می‌رفتی، چون دو طرف دیگه‌اش جای بمب و جایی بود که درهای هواپیما زیر واز می‌شد، بمب از اون بالا ریخته می‌شد پایین. و اون پروازی که من کردم $450 باید می‌دادیم برای نیم ساعت سر و پاوما پرواز کرد در اطراف سان فرانسیسکو، از فرودگاه هیوارد بلند شد و من در این مدت سعی کردم در همه جا از عقب هواپیما نشستم، اومدم وسط نشستم، اومدم توی صندلی ناوبر و مهندس پرواز نشستم، چون الان دیگه فقط با دو تا خلبان پرواز میکرد. رفتم اون تونل رو از زیر جای مسلسلچی جلو، چون میخواستم تمام اون احساس پرواز رو بگیرم و امیدوارم که بتونم اینو پیدا بکنم، ویدیوشو براتون بذارم. قبلا گذاشتم تو اینستاگرام و تا دیگه تو 3500 تا چیز مشکل چیزی رو پیدا کردن. به حال اینا خاطرات خیلی جالب و تجربیات جالبی است که آدم کلی راجع به هواپیما یاد میگیره. تجربه فقط این نیست که شما برید بشینید پشت فرمون پرواز کنید، همین که چندین و چند مدل پرواز کنید، هر کدوم با هم فرقایی دارن، چندین و چند مدل مسافربری برید توش بشینید ببینید چه جوریه. نمیدونم مثلا ایرباس 340 سوار میشید توالتش زیر زمینه، یعنی هواپیما در واقع مثل دو طبقه است، اون طبقه بار یه مقدارشو برای توالت اختصاص دادن، شما وقتی میخواد برید توالت میرید طبقه پایین. البته در این مدلی که لوفتانزا داشت، شاید در مدلای دیگه اینا میدونید که هواپیما رو وقتی مسافر بری شما سفارش میدید میتونید طریقه چیدن صندلی ها، تعداد صندلی ها، توالتش بالا باشه پایین باشه، آشپزخونه عقب باشه جلو باشه، اینا همش به تجربه چیز خود سفارش مشتریه و یه قیمتی داره هر چیزی و همه یکسان نیست. بنابراین دو تا هواپیما یک شکل دو شرکت مختلف ممکنه این چیدمان صندلی و آشپزخونه و توالتش کلن با هم دیگه فرق بکنن. البته قوانین رو باید رعایت بکنن، تعداد توالت نسبت تعداد مسافر اینا برای کشورهای مثل امریکا، ولی بقیه چیزاش دیگه کجا باشه، بیشتر توالت ها عقب باشه جلو باشه وسط باشه زیر زمین باشه دست خود شرکت هواپیمایی. به حال این به 17 واقعا اگه بخوام بگم جالبی جالب ترین هواپیمایی که سوار شدم باید بگم به 17 است، چون اصلا یه چیزی است که به من اگه میگفتن تجسم تو از این هواپیما بنویس قبل از که سوار شی اصلا شبیه اون نبود که فکر میکردم. کنکورد خب فکر میکردم آقا قرار بریم بالا دو برابر صوت پرواز کنیم اینجوری میشه اونجوری میشه. خب کنکورد هم به هر حال تازگیای خودشو داشت، اینی که بغل شیشه بشینم و گرمتر باشه از تو، همه هواپیمای دیگه بغل شیشه سرده، این انقدر استکاک زیاد بود و گرم میشد بدنه که بغل شیشهش گرمتر از داخل صندلی راه رو بود. به حال این چیزا بود، ولی اینا هر کدوم تجربه است، خیلی چیز جالبی است. خوب و خوش باشید. از این سه تا هواپیمایی که صحبت کردم به جز ایرباس 380 که اونقدر بزرگه که آدم بخواد یادگاریش هم داشته باشه تو جیب جا نمیگیره،
این جاسویچی رو در واقع من از توی کنکورس خریدم و بعد دادم براش حلقه‌ای گذاشتن که حالت گردن من میتونم آویزون کنم. این یادگار کنکورد منه. این یکی یادگار B-17 یا B-17ه. اسم هواپیما بود لیبرتی بل. اگه در اخبار خونده باشید یکی دو سال پیش در یک پروازی شاید نمایشی از همین قبیلی اونهایی که من سوار شدم آتیش گرفت و به یه ساختمون خورد و فکر میکنم یه 7 نفری توش کشته شدن. ولی این هواپیما اینقدر نادره و شاید از 12,000 تا که ساختن 10 تاش قابل پروازه یا حتی کمتر. اینه که همون هم که سوخت و خورد و درب و داغون شد دارن دوباره بازسازیش میکنن. اینجا همیشه هستن آدم های خیر علاقمند به یه رشته مثل هواپیما که حاضرن پول بذارن که این هواپیماها دوباره تعمیر بشه و به پرواز در بیاد.